باید گفت که در فضای اطلاعاتی ولایت ختلان عمل نمودن چنین یک روزنامه نزدیک یک عصر این کاری سهل نیست و باید گفت که روزنامه ختلان در حقیقت هم این انعکاسی واقع بینانه همه اون برد و باخت تغییرات و دیگرگونی های کلی که ماز باز در از زمان شوروی تا زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوستند آنها را به واسطه این انعکاس میکند. در صحیفه های روزنامه ختلان از تاریخ گذشته نیاکان ما سخن میرود، از شخصیت هایی که در حقیقت هم در برقرارسازی نه فقط حکومت شوروی بلکه در برقرارسازی حکومت کنستیتوسیونی در جمهوری تاجیکستان خدمت های ارزنده کردند، آنها در باره کار و فعالیت آنها اوچرک و قصه های جالب به تاب می رسند. و مهمتر از همه روزنامه ختلان با صفت یک روزنامه جمعیتی سیاسی همه وقت خواننده خود را با مواد فوری یعنی که اطلاع فوری همیشه آشنا می سازد و از صحیفه های روزنامه ختلان می توان به همه سوال های خود در باره رشد با ثبات کشور در همه جبهه های خواجگی خلق مملکت آگاهی پیدا کرد. باوری دارم که امروز وقتی که ژورنالیستیکا ما به علم نزدیک شده استوده است و مطبوعات ما پوبلیسیستیکا ما خیلی در حال رشد قرار دارد، در صحیفه های روزنامه ختلان باز هم مطالب خواندنی و بسیار جالب روی چاپ خواند آمد. سطح و صفت روزنامه خیلی خوب شده است، صورت های خیلی قشنگ و همچنین مطالب بسیار جالب روزنامه روز تا روز خواندن باب گشته ایستاده است و تغییرات خیلی جدی به نظر می رسند. در برابر اون که مواد به نشر می رسد هم پیشکی اون در سامونه گذاشته می شد و می شود نوارهای ویدیویی خیلی جالب امروز می بینیم که در سامونه روزنامه ختلان جا کرده می شود که این بسیار قابل دستگیری و پیروی کردن هم است که دیگر روزنامه هم بگذار همین خیلی سامونه های خود رو بازم به قوت تر گردونند. چون امروز روزنامه ختلان 90 ساله می شود و طوری گفتیم نزدیک یک عصر فعالیت کرده استوده است. من با کارمندان روزنامه و همه مخلصان همه هواداران آنهایی که به واسطه به روزنامه ختلان پیوستگی دارند این جشن مبارک را تبریک و تهنیت می گویم. تمنای اون را دارم که خواننده ختلان باز هم فراتر از ولایت ما تبریک امروز هست رفته باشد. با روزنامه ختلان همیشه به سوی آبادی 90 سالی جشن فرخنده مبارک باشد. پیوندان اخلاصمندان روزنامه دوست داشتنی ختلان.